به نام خدا و با عرض سلام، وقت بخیر به مجموعه خبری فارسی 5 و 30 از نور. خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. متهم شدن ارگان های امنیتی به سهل‌انگاری. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند مقام های ارشد امنیتی باید پاسخگوی رویداد اخیر کابل باشند. بیم و امیدها نسبت به کار اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی. یوناما وعده همکاری داده است، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات نگران هستند. و انتقاد رهبر ایران نسبت به نقض توافقنامه هسته‌ای از سوی آمریکا. سید علی خامنه‌ای میگوید اگر تحریم‌ها ادامه یابد به معنای قطعی نقض توافقنامه هسته‌ای از سوی آمریکا است. امروز چهارشنبه سوم قوس سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 23 نوامبر سال 2016 میلادی. من وسیم احمد ادیب هستم و این هم مشروع خبرها. شماری از اعضای مجلس نمایندگان مسئولان ارگانهای امنیتی را در امر تأمین امنیت شهروندان به بیکفایتی متهم می کنند. اعضای مجلس تأکید دارند که مسئولان ارگانهای امنیتی از بهر سهل‌انگاریشان باید استیضاح شوند. در این حال شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که رهبران حکومت به ویژه مسئولان ارگانهای امنیتی از رویدادهای مشابه انتحاری پند نمی گیرند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. حمله انتحاری روز دوشنبه بر مدرسه باقرالعلوم خشم اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته است. نمایندگان مردم در نشست عمومی روز چهارشنبه میگویند که حکومت در استراتژی مبارزه با تروریسم ناکام بوده است. اعضای مجلس نمایندگان مسئولان ارگان‌های امنیتی را در امر تأمین امنیت شهروندان و به کفایتی متهم میکنند. مسجد باقرالعلوم با حوزه پلیس تقریبا یک سرک بین نشان است و امیر حوزه هم شیعه است، هزاره است و خواست نخبگان هزاره و شیعه همیشه این بوده که ما چرا آمیر حوزه نداریم. چگونه مواد انفجاری از مرزها وارد میشه، خصوصا در داخل کلان شهرها، به ویژه در شهر کابل از کمربندی ها عبور میکنه. کسانی که و این گروپ هایی که آدرسشان مشخص است، معلوم است، چرا اینا رو گرفتار نمی کنن؟ چرا اقدام نمی کنن؟ استراتژی مبارزه با تروریسم در طول سالهای اخیر ناکارآمد بوده. در همین حال شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که رهبران حکومت به ویژه مسئولان ارگانهای امنیتی از رویدادهای مشابه انتحاری پند نمیگیرند. من تأسف میخورم که چرا سران حکومت عبرت نمیگیره از دنیا. در جای کشورها وقتی یک حادثه اتفاق میفته، مسئول درجه یک اون سکتور استعفا میدهد. اما در این میان نمایندگان مردم تاکید میکنند که مسئولان ارگانهای امنیتی از بهر سهل‌انگاریشان باید استیضاح شوند. امنیت په باب زموږ ورونه امنیتي سکتور را وغواړو، د هغوی سره خبرې وکړو چې دغه وضعیت کومې خواته روان دی، څه کوي، تر کومه وخته پورې مسئولین امنیتی را خو یک بار استیضاح بکنیم، از مون رای را که دادیم از پیشان پرسان بکنیم که ما برازی برای شما رای ندادیم، برازی برای شما اعتماد نکردیم که هر روز مردم افغانستان در غور تیرباران شوند، در ننگرهار کشته شوند، در ایراد کشته شوند، در کابل قتل عام شوند. پلیسی جرګه به خپل قانونی صلاحیتونه د امنیتی ارګانونو په مقابل کې اعمال کړي. با این حال در حمله انتحاری روز دوشنبه بر مدرسه باقرالعلوم بیش از 30 تن شهید شدند و بیش از 70 تن دیگر زخمی بر جای گذاشت. پیش از این نیز رویداد مشابه در زیارتگاه سخیر رخ داده بود. معاون دوم ریاست اجرایی با محکوم کردن حمله بر مراسم عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم کابل میگوید که تروریستان با هدف قرار دادن مراسم مذهبی و مکانهای مقدس میخواهند میان مردم افغانستان تفرقه افغانی کنند و میگوید که پس از این حکومت به هدف تامین امنیت مراسم مذهبی توجه جدی خواهد کرد. در همین حال شماره از عالمان دین هشدار میدهند که تروریستان بیشتر از این مراسم مذهبی را هدف قرار خواهند داد. همزمان ریاست عمومی امنیت ملی نیز حمله بر مراسم مذهبی را تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان توصیف می کند. شکرالله عادل گزارش می دهد. اینها پیکر کسانی را بردوش می کشند که چاشت روز دوشنبه در رویداد مرگبار تروریستی در مسجد باقرالعلوم حوزه ششم امنیتی کابل شهید شدند.
این هم تصویر از کودکی است که در رویداد تروریستی بر عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم شهید شد. ریاست عمومی امنیت ملی تای اعلامیه حمله بر مسجد باقرالعلوم کابل را محکوم کرده و گفته است که گروه های تروریستی از هر طریق ممکن اهداف شومشان را دنبال میکنند و در این زمینه حد و مرزی را نمیشناسند. این جنایت نشان میدهد که هیچ کسی حتی اطفال نزد این جانیان حرمتی ندارند. انسان حتی طفلش هم نزد این جنایت پیشگان احترام و عزتی و حرمتی ندارند. معاون دوم ریاست اجرایی نیز این عملکرد تروریستان را نکوهش میکند و میگوید که تروریستان به دنبال تفرقه افغانی میان مردم افغانستانند. وی با هشدار به جانب تروریستان میگوید که تروریستان با هدف قرار دادن مراسم مذهبی و مکانهای مقدس نمیتوانند میان شهروندان افغانستان تفرقه افغانی کنند. میخواهند همون نسخه هایی را که در کشورهای دیگه دارند به نام شیعه و سنی جنگ میندازند ایر در افغانستان بیاره، در حالی که دشمنان افغانستان ایرا بدانند که ای تیرشان به خاک خواهد خورد و مردم افغانستان با هم برادر هستند. این جنایت پیشگان بدانند که با این کارشان در افغانستان نفاق ایجاد کرده نمی تواند. برادران شیعه و سنی افغانستان همچنان صفوفشان به هم فشردن و با هم اخوت و برادری دارند. در همین حال شماری از مسئولان مراسم جنازه و تدفین شهدای مسجد باقرالعلوم حکومت را به بی‌پروایی در راستای تأمین امنیت عزاداران حسینی متهم می‌کنند و می‌گویند که حکومت پاسخگوی همه رویدادها به مردم افغانستان است. تأمین امنیت شهروندان مسئولیت اصلی دولت و نیروهای امنیتی است. لذا از رهبران حکومت وحدت ملی جدن می خواهیم که امنیت شهروندان این کشور را در هر نقطه از این سرزمین تأمین نموده و کسانی را که به نحوی در ایفای وظیفه خیش کوتاهی کرده اند از وظیفه سبکدوش و به پنجه قانون بسپارند. معاون دوم ریاست اجرایی نیز از تلاش های جدی حکومت در راستای تأمین امنیت مراسم مذهبی و مکانهای مقدس اطمینان می‌دهد. بعد از این در کنار مراسم هم حکومت مراسم امنیتش را بیشتر می‌گیرند و هم خود مردم مترصد می‌باشند در کنار نذر و خیراتی که می‌کنند و در دیگر زحماتی که می‌کشند. گروه‌های امنیت خودی اینا برای تلاشی و برای تدقیق که نتوانند نفوذ کنند در بین مساجد، اینها را هم انشاءالله مردم درست میکنند. در حمله بر عزاداران اربعین یا چهلم محرم در مسجد باقرالعلوم بیش از 30 تن شهید شدند و نزدیک به 70 تن دیگر زخم برداشتند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که مردم افغانستان در سراسر کشور متحدانه در برابر تروریستان میجنگند و وقوع این گونه رویدادهای تروریستی مردم را در کار مبارزه با تروریسم قوی تر می کند. ریاست عمومی امنیت ملی وعده می دهد که با تکمیل شدن بررسی ها مردم را در جریان حقایق پشتی پرده این رویداد تروریستی قرار خواهد داد. رهبران حکومت وحدت ملی خشونت علیه زنان را در اداره های دولتی غیر قابل قبول می دانند و می گویند که در ادارات مختلف کشور خشونت علیه زنان صورت می گیرد. از سوی هم آنان بی حرمتی بد در برابر زنان را بی حرمتی در برابر دین عنوان می کنند و به مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید دارند. در این حال وزیر امور زنان می گوید که طی سال جاری بیشتر از 3000 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان ثبت شده است. در این حال دادستانی کل است تلاش ها برای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان خبر می دهد. عبدالبصیر کاوش این موضوع را دنبال کرده است.
گرامی داشت از روز بین المللی منع خشونت علیه زنان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. روز منع خشونت علیه زنان همساله در کشورهای مختلف جهان و با شعارهای گوناگون برگزار می شود. امسال از این روز در افغانستان با شعار اقدامات ارزنده و فراگیر توسط هر فرد جامعه برای منع خشونت علیه زنان گرامی داشت شد. متاسفانه امروز نیز یک بخش عمده خشونت ها علیه زنان به اساس فرهنگ زن ستیز در ادارات حکومتی صورت میگیرد که شامل تهدید و جلوگیری از حضور زنان در ادارات میشه. تبعیض منفی انوس هم دوام داره. شکایتایتان از پروسه سی بی آر به من رسیده و تعهد مییست که رفع میشه. مواردی روزمره در جریان کار روزمره ما میدانیم که متاسفانه این مشکل نادیده گرفته میشه. یک کسی که قربانی است در این عرصه او به کجا مراجعه کنه؟ آیا قربانی خشونت وقتی که مراجعه میکنه به یک ارگان برای تطبیق عدالت، برای احقاق حق خود و برای اعاده عزت خود، آیا او با خشونت دیگه در روز به یک نوع دیگه از آزار خشونت مواجه میشه یا نمیشه؟ اگری ماموریت پلیس، اگری عوضی پلیس است، اگری اداره سارنمالی است یا هر مرجع و مقام دیگه است. در این حال وزیر امور زنان خشونت علیه زنان را یک پدیده جهانی می داند و می گوید که در طی سال جاری بیشتر از 3000 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان به ثبت رسیده است. تعداد قضایای خشونت علیه زنان که در سال جاری در وزارت امور زنان مجموعاً 3372 قضیه ثبت شده، از آن جمله 874 قضیه از طریق میانجیگری و مصالحه حل و فصل گردیده. در این حال یکی از زنانی که خشونت در برابرش صورت گرفته چنین حکایت دارد: و همیشه برنامه بسیار خرابی را در موبایل خود تماشا میکرد و مرا مجبور میکرد که میگفتی قسم فیلم ها رو باید خودت ببینی و هر خواهش که من ازت میکنم و رو باید انجام بده. وقتی که من قبول نمیکردم خواستایشم، خواستایی که در دین اسلام حرام است و او را دین اسلام حرام قرار داده و خواستای بسیار خراب و نامشروع از من میخواست، میگفت که من خواهش دارم تو باید پورا بسازی. وقتی که من قبول نمیکردم مرا مورد فشار و لطکوب قرار میداد و همیشه مرا میزد. وقتی که حتی گوش تا جایی رسید که پدرم بعد از مشکلات اقتصادی قرضدار شد دوباره به ایران بازگشت و امو رقم بالای خواهر و مادر من چشم دوخته بودن، مرا زیر فشار میگرفت، زیر لطکوب خود قرار میداد، میگفت که خواهر و مادر تا برام بخوای که من از اونا سوء استفاده کنم و خواهشات خود بالای اونا پورا بسازم. وقتی که من قبول نمیکردم مرا مورد لطکوب خود قرار میداد. در این حال دادستانی کل از تلاش ها برای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان خبر میدهد. موینیت مبارزه با منع خشونت علیه زنان از شکل یک ریاست که موجود بود به موینیت ارتقا کرد که امروز تقریبا 2 ماه از کار کردش میشه. هدف از ایجاد موینیت و ارتقایش رسیدنش به یک سطح بلندتر ای بود که با توجه به وضعیت عمومی که در جامعه افغانستان حاکم هست و ضرورت را که احساس کرده بود رهبری افغانستان و خود اداره لوی سرنودی، پیشنهاد لبیک گفته شد تا رهبری افغانستان و برای حمایت قانونی و محافظت و مسئولیت زنان این موینیت به می هدف بسیار والا و بالا ایجاد شد. وزارت امور زنان جنگ، فقر، بیسوادی و فرهنگ ناپسند در کشور را از علت خشونت علیه زنان در کشور می داند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفته است آماده است روند انتخابات کشور را همکاری کند. دفتر یونما در کابل با استقبال از انتخاب چهره‌های جدید به عنوان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی گفته است که این افراد باید به گونه مستقلانه و بی‌طرف کار کنند. از سوی دیگر نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بدون استقلال اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی انتخابات پیشرو بدتر از گذشته خواهد بود. در این حال مجلس نمایندگان می‌گوید که انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مشکل قانونی دارد. حفیظ الله سالنگی این موضوع را دنبال کرده است. ظاهراً
انتخاب چهره های جدید توسط حکومت وحدت ملی به عنوان اعضای کمیسیون های انتخاباتی زمینه را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی مساعد کرده است. یوناما با استقبال از انتخاب این افراد گفته است آماده است روند انتخابات کشور را همکاری کند. معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی توسط حکومت وحدت ملی نشان دهنده آغاز مرحله نوین در احیای اعتماد به نهادها و روند انتخابات است. سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری کمک های تکنیکی و حمایت از روند انتخابات در افغانستان آماده همکاری است. نیاز است تا اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی شفاف و بی‌طرفانه کار کنند. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان در رابطه با گزینش اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی دیدگاه های متفاوت دارند. و امیدوار هستیم با شناختی که از بعضی از افراد داریم، با درایت و مدیریت اینا ما شاهد برگزاری یک انتخابات قانونمند و عادلانه و سراسری در افغانستان باشیم. کمیشنرهایی که من میشناسم نه یک روز تجربه انتخاباتی ندارن قطعاً. دیگه کسی که در این راستا قد تجربه نداشته باشه چطور میتونه که یک بدنامی قبلی را که رسوایش دنیا را گرفت او را چطور جبران بکنه؟ اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی باید برای برگزاری انتخابات تقسیم اوقات ارائه کنند، سرنوشت کارت های رایدهی را مشخص کنند و اوزه های انتخاباتی را مشخص و اعتماد از دست رفته مردم را برای انتخابات جلب کنند. قدم اول بی‌طرفی و استقلالیت ی افراد و قدم دوم تجربه انتخاباتی که هر دو بحث زیر سوال است و به نظر ما این تیم دارای نه استقلالیت کامل می باشد و نه تجربه انتخاباتی. این سخنان در حالی مطرح می شود که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند در گزینش اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی چون توانایی، لیاقت، تجربه، قوم، جنس، مذهب و سن در نظر گرفته شده است و حکومت با تمام توانایی از اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی حمایت می کند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان فرمان تقنینی ریاست جمهوری در خصوص قانون انتخابات را غیر قانونی می دانند. این فرمان تقنینی در جریان رخصتی های تابستانی شورای ملی از سوی ریاست جمهوری صادر شده است. صدور این فرمان با ختم رخصتی های شورای ملی نیز با واکنش های از سوی اعضای هر دو مجلس روبرو شده بود. پس از آن که دوبار فرمان تقنینی ریاست جمهوری در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد شد، سرانجام ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست که مشکل حقوقی صدور فرمان تقنینی و نافذ‌شدن آن را روشن کند. این کمیسیون پس از چند اعلام کرد که ریاست جمهوری میتواند در جریان رخصتی های شورای ملی فرمان های تقنینی صادر و نافذ کند، که بحث دیگر هم مدت کاری اعضای مجلس نمایندگان بود که حدود یک سال پیش به پایان رسیده است. روی همین دلیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرد که ریاست جمهوری می تواند فرمان صادر کند بدون اینکه فرمان جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شود. امین تقنینی باید در خلال 30 روز نقاط بیاید بگوییسی بامش به شورای ملی. در صورتی که باید داره چی تو می تانه تو میگه که به هیچ عنوان نمیشه ما فرامین رو به پارلمان بفرستیم. فرمان قانون انتخابات قانون نیکه از طرف حکومت نافذ شده است از لحاظ حقوقی غیر قانونی است. در یک دوره هستیم که اصلا پیش بینی نشده در قانون اساسی و این دلیل نمیشه که ما در مورد قانون انتخابات، در مورد مردم خود، مردمی که ما رو به پارلمان فرستادن به خاطر قانون گذاری، به خاطر اینکه حق اونها رو بگذاریم کف دست اونها و اجازه بدیم خودشان تصمیم بگیرن. حالا شماری از اعضای مجلس موضوع کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را خلاف قانون میخوانند. آن چیزی که کمیسیون محترم نظارت بر قانون اساسی مطرح کردن هم به لحاظ تکنیکی یک مشکلی بسیار جدی وجود داره که اگر اونا دقت میکردن هیچگاه چنین تفسیر را ارائه نمیکردن و هم به لحاظ نوع تفسیری که از نگاه حقوقی اونا ارائه کردن. احساس مسئولیت نیست. فکر میکنم که خودش جایگاه بزرگی که او تفسیر است و نظارت از تطبیق قانون اساسی است را زیر سوال میبره. در مورد نظریه غیر قانونی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که دو قانون، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت انتخاباتی را یکجا کرده
خلاف ماده 79 قانون اساسی بوده. به نظر می رسد که اگر حکومت برای پایان دادن به انتقادهای مجلس نمایندگان پاسخ قانع کننده ارائه نکند، برگزاری انتخابات با چالش روبرو خواهد شد، در حالی که اعضای جدید کمیسیون انتخابات هم معرفی شدند و بسیاری ها انتظار دارند که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اتخاذ خواهد شد. خبرهای کوتاه. طالبان در ولایت هلمند یک راننده را از بهر کار کردن با نظامیان کشور به شهادت رساندند. به اساس معلومات دفتر رسانه‌ای والی هلمند، این فرد احمد شان نام داشت و در موتر شخصی خود برای نظامیان کشور در ولسوالی گرمسیر گوشت انتقال می‌داد. در خبرنامه دفتر والی هلمند آمده است که طالبان پس از به شهادت رساندن جسد او را در یک دشت انداخته بودند و خانواده وی پس از چند روز جستجو جسد احمد شاه را پیدا کردند. احمد شاه ازدواج کرده بود و از وی دو کودک به جا مانده است. شورای امنیت ملی تخطی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دورن را نگران کننده توصیف کرده است. دفتری رسانه‌ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شورای امنیت ملی با بررسی تخطی‌های نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند، هر نوع تخطی را در این مناطق برخلاف حقوق و موازین بین المللی و نگران کننده می‌داند. همزمان در نشست دیروز شورای امنیت ملی، رویداد تروریستی در مسجد باقر علوم بحث شده است و اشتراک کنندگان این نشست آن را تقبیح کرده‌اند. یک ماین جاسازی شده در عقب حوضه سیوم و نزدیک یک مسجد در ولایت کندوز کشف و خونسا شده است. فرمانده پلیس کندوز می گوید که این ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود و به همکاری با شندگان محل کشف و خونسا شده است. شما در جوان هستین قوی ضربات کنونده سرم دولت کردن و ماینای کنار رو جاده یا می خواهند پس دوباره من از مردم تلفات رو گرم قوی ضربات کردن و اینا می خواهند دوباره یکان ماینای کنار رو جاده و از مردم بیچاره و غریب بلد کنونده یا تلفات رو گرم. والی پروان می گوید که وی هیچ گونه صلاحیتی برای آوردن اصلاحات در این ولایت ندارد و همه اختیارات والی ها در مرکز متمرکز شده است. محمد عاصم یاسم والی ولایت پروان به خبرگزاری جمهور گفته است که والی ها فقط در عرصه استخدام و تبدیلی های بسته 6 صلاحیت دارند و در غیر آن همه صلاحیت ها در مرکز متمرکز شده است. با گفته ای آقای عاصم، موقعیت استراتژیک ولایت پروان و نزدیک بودن پایگاه های نظامیان خارجی تهدیدهای امنیتی ولایت پروان را افزایش داده است. والی پروان ابراز نگرانی کرده است که گروه های تروریستی سخت تلاش دارند در شهر چاریکار راه یابند و پروان را ناامن کنند. وزارت دفاع ملی از کشته شدن 12 فرد وابسته به گروه طالبان خبر داده است. دفتر رسانه‌ای وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در پی چندین رشته عملیات نظامیان کشور در چندین ولایت 12 فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و 23 تن دیگری آنان زخم برداشتند. به اساس این خبرنامه، این عملیات‌ها با حمایت قوت‌های توپچی و حمله‌های هوایی همراه بوده است. نمایشگاه بازار روز و فرآورده های زنان متشبس در کابل از سوی وزارت تجارت و صنایع افتتاح شد. در این نمایشگاه 35 غرفه‌ای زنان از سراسر کشور صنایع دستی و فرآورده هایشان را به نمایش گذاشتند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در جهانی شدن فرآورده های داخلی مهم می دانند و تاکید می کنند که در چند سال گذشته میلیون ها دلار به نام زنان به کشور سرازیر شد، اما تغییرات چشمگیر در اقتصاد زنان دیدن نشد. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. نمایشگاه بازار روز فرآورده های زنان متشبث در کابل از سوی مسئولان وزارت تجارت و صنایع افتتاح شد. در این نمایشگاه 35 غرفه‌ای زنان از تمام کشور صنایع دستی و فرآورده هایشان را به نمایش میگذارند. ما حدوداً 35 خانم متشبث را که البته در پیشه‌های مختلف مصروف هستند و در گوشه و کنار کابل و همچنان است بعضی ولایت افغانستان هستند، در هم جمع شدند و بر اساس یک پلان عملی که وزارت تجارت صنایع تا سال 2020 او را تدوین کرده، البته به همکاری خود خانمای متشبث در افغانستان تانسته که پروگرام‌ها را به شکل عملی از او شروع بکنه. مسئولان وزارت تجارت و صنایع برگزاری نمایشگاه‌ها را در جهانی شدن فرآورده‌های داخلی مهم می‌داند و تأکید می‌کند که در چند سال گذشته
میلیون ها دلار به نام زنان به کشور سرازیر شد، اما تغییرات جدی در اقتصاد زنان دیده نشده است. چندین عامل باعث شده که خانم ها نتانند اونمو نتیجی کار و فعالیت اقتصادی خود را خودشان مستفید شوند. بله، در تولید نقش دارند، اما ایجگاه آیدش به جیب خودشان نمیه. ایجگاه به عنوان یک نیروی تولید در سیستم تولید مطرح نبودن و پول رفته در جیب آقا صاحبا. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که یافته های خود را درباره مؤثریت برگزاری نمایشگاه روز جمعه با رسانه ها شریک میکنند. سید علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که دولت کنونی امریکا در قضیه توافق هسته‌ای تخلف‌های متعدد انجام داده است که تازه‌ترین آن تمدید تحریم 10 ساله است. آقای خامنه ای هشدار داده است که اگر این تحریم تمدید شود به معنای قطعی نقض توافق هسته‌ای خواهد بود و کشور در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. وی این اظهارات را به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج و در دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج و بسیجیان سراسر ایران بیان کرده است. مجلس نمایندگان امریکا در تاریخ 25 عقرب با 419 رأی موافق در مقابل 1 رأی مخالف قانون تحریم ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. قانون تحریم های ایران در پایان سال 2016 میلادی تمام خواهد شد. دیمیتری روگوزین معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده است. با گزارش تلویزیون دولتی سوریه طرفین در این دیدار در مورد همکاری‌های امنیتی و اقتصادی گفتگو کردند. این در حالی است که عملیات‌های ضد تروریستی دولت سوریه در حلب جریان دارد. نیروهای دولت سوریه اعلام کردند تا عمق مناطق تحت کنترل تروریست‌ها در شرق حلب پیشروی و غیرنظامیان بسیاری را آزاد کردند. در این حال دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که نیروهای دولتی موفق شدند کنترل حدود 1/3 از این منطقه را در اختیار بگیرند. بینندگان گرامی، مجموعه خبری فارسی 5:30 در همینجا به پایان می‌رسد. از همراهیتان تا این دم سپاسگزارم. بقیه وقت خوش. خدا نگهدار.